سلام، امروز میخوام در مورد گربه نژاد اگزوتیک که ملقب به پرشین تنبل هست صحبت کنم. پس تا انتها با من همراه باشید. از نظر تاریخچه پیدایش، گربه نژاد اگزوتیک یا اگزوتیک شورت هیر اغلب به عنوان یک گربه پرشین موکوتاه شناخته میشه، به دلیل این واقعیت که اونها بسیار شبیه همن. گربه نژاد اگزوتیک به لطف ظاهر دوست داشتنی، طبیعت شیطون و خز مجللش طرفدارای زیادی در جهان پیدا کرده. این گربه نژاد جدید محسوب میشه که به خاطر علاقه یه پرورش دهنده به داشتن گربه‌ای با ظاهر و خلق و خوی یه گربه پرشین به وجود اومده. این نژاد در دهه های 1950 و 60 میلادی در ایالات متحده از طریق ترکیب ژنتیکی گربه های پرشین با موکوتاه آمریکایی پرورش داده شد. این ترکیب منجر به ایجاد بچه گربه هایی با صورت و بدن بسیار گرد، بینی کوتاه و درشت و چشمای گرد بزرگ شد. سپس بچه گربه هایی که بیشتر شبیه پرشین ها بودن به گربه های پرشین برگردونده شدند تا ویژگی های این گربه تقویت بشه. نتیجه نهایی ایجاد بچه گربه‌ای با صورت کوتاه، پاهای کوتاه و خز کوتاه بود و اینجور شد که این نژاد بامزه در تمام جهان گسترش پیدا کرد. گربه اگزوتیک بسیار شبیه یه گربه پرشینه و تنها تفاوت واقعی اون اینه که گربه اگزوتیک خزهای بسیار کوتاه‌تر و متراکم‌تری نسبت به پرشین داره. این گربه ها همینجور به دلیل داشتن چهره‌ای بسیار شیرین با چشمای درشت و بینی کوتاه هم معروفند. از اونجایی که بدن مربعی کوتاهی دارن، ظاهرشون شبیه خرس عروسکیه که این امر باعث میشه بیشتر از پیش اونا رو دوست داشته باشی. سرشون بزرگ و گرده و پهنای خوبی تا جمجمه داره. گوشهای کوچیک با بینی گردی دارن که به خوبی از هم جدا شدن و کاملا پایین روی سر گربه قرار گرفتن. گونه های پر و پیشونی به خوبی گرد شده به جذابیت و شیرینی چهره این گربه اضافه میکنه. بینیشون پهنه و به خوبی شکل گرفته، چونه قوی دارن. آرواره های پهن قدرتمند و گردن کوتاه و ضخیمی هم دارن. چشماشون هم رنگی و درخشان و بسیار درشته که میتونه طلایی یا مسی باشه، اما آبی یا سبز هم میتونه باشه. و جثه هایی با اندازه متوسط یا بزرگ دارن، اما از نظر ظاهری کاملا زیبان. سینه این حیوانات پهن و عمیقه. این گربه شونه ها و دنده های عضلانی بسیار بزرگی هم داره. پاهای گربه اگزوتیک کوتاه و قوی و ضخیمه و پنجه های بزرگ و گردی با انگشتان فشرده داره که در پای جلویی 5 تا انگشت و در پای عقبی 4 تا انگشت داره. دومش کوتاهه اما با بقیه بدن به خوبی متناسب شده. در مورد خزشون یه پوشش ضخیم و نرم داره که اندازه خز حیوان متوسطه، اما موهاش انقدر بلند نیست که بریزه. رنگ‌های متنوعی هم داره، میتونه سفید، آبی، مشکی، قرمز، کرم رنگ، شکلاتی، بنفش، نقره‌ای و یا تم‌های طلایی مثل خود طلایی، طلایی آبی و یا آبی نقره‌ای باشه. گربه ها تا 15 سال، یعنی بین 12 تا 15 سال عمر میکنن و بسته به نر یا ماده بودنشون بین 3 تا 5 و 4 دهم کیلوگرم وزنشونه و قدشون هم بین 35 تا 45 سانتی متره. گربه اگزوتیک رو میشه به راحتی هم در خونه هم آپارتمان نگهداری کرد. در خارج خونه میتونه مورد اذیت سگ و گربه های دیگه قرار بگیره. چیزی که یه اگزوتیک رو از گربه پرشین متمایز میکنه خزشه که برخلاف پرشین ها که موهای بلند و ظریفی دارن، موهای گربه اگزوتیک دارای خزی ضخیم، کوتاه و متراکمه. موهای مخملیش یه لایه زیرین ضخیم داره که از گربه در برابر عوامل مختلف محافظت میکنه. بنابراین موهای بدن گربه اگزوتیک خودتون رو 2 بار در هفته شونه کنید تا موهای مرده جدا بشن و پوشش موییش براق و سالم بمونه. هر ماه هم 1 بار حداقل اون رو حمومش کنید. حتما گربه خودتون رو کاملا خوش کنید. اشک‌ریزی بیش از حد در این نژاد میتونه مشکل ساز باشه. بنابراین به صورت روزانه گوشه چشم ها رو تمیز بکنید تا از ایجاد لکه‌های زیر چشم جلوگیری بشه و با مسواک زدن مرتب هم میتونید از بروز بیماری پریودنتال یعنی دهان و دندان هم پیشگیری کنید. گربه اگزوتیک رو بهتره به عنوان یه گربه داخل خونه نگهداری کنید، چرا که اون یه گربه شکارچی نیست تا بتونه از خودش در مقابل گربه‌های دیگه و حمله
سگ‌ها یا کایوت‌ها و سایر خطراتی که گربه بیرون از منزل میتونه تهدید بشه محافظت بکنه. همینجور اگزوتیک‌هایی که بیرون از منزل میرن میتونن با خطر دزدیده شدن روبرو بشن. این نژاد خلق و خوش بیشتر به پرشین رفته، بنابراین بسیار مهربونه. رفتارش با سایر حیوانات خونگی هم ملایمه، اما همیشه در چند تا برخورد اول به دقت باید مراقب باشید. رفتار اگزوتیک مکوتاه به گونه ای که دوست داره مورد توجه باشه، بنابراین سعی کنید بهش کم محلی نکنید. مراقبت از این نژاد در آپارتمان بسیار آسونه، چرا که اغلب آرومه و کم صدا. از طرفی رفتار این گربه با کودکان هم بسیار صبورانه است. از نظر استعداد ابتلا به بیماری ها هم باید بگیم که گربه نژاد اگزوتیک از چند تا مشکل سلامتی ارثی میتونه رنج ببره. بیماری که به نظر میرسه بیشتر از همه بر روی این نژاد تاثیر میذاره بیماری کلیه پولیکیستیک گربه است که به اختصار PKD میگن. همینجور صورت صاف اگزوتیک ها میتونه منجر به مشکلات تنفسی بشه. سندروم تنفسی براکیسفالیک مشکلی شایع است که به دلیل صورت تخت میتونه در این گربه ها رخ بده. این وضعیت بر توانایی گربه بر تنفس صحیح تاثیر میذاره. در حیوانایی که صورت صاف یا له شده دارن، یعنی براکیسفالیک هستن، دیده میشه. از دیگر مشکلات این نژاد میشه به بدشکلی دندان، به این معنی که دندان ها به خوبی روی هم قرار نمیگیرند، اشک‌ریزی بیش از حد، مشکلات چشمی مثل چشم گلاسی و آنتروپیون، حساسیت به گرما، استعداد ابتلا به کرم حلقوی و یه عفونت قارچی به نام سبور اولئوسا که یه بیماری پوستیه و باعث خارش و قرمزی و ریزش موجه اشاره کرد که در مبحث بیماری ها به طور مفصل شرح داده خواهند شد. خوب همراهان گرامی، اینم از معرفی گربه نژاد اگزوتیک به معنای نامعمول. لطفاً به کانال یوتیوب هم مراجعه و در کانال عضو بشید، چرا که با عضویتتون از زمان بارگذاری ویدیوهای جدیدم در کانال یوتیوب باخبر خواهید شد. لطفاً کانالم رو به سایر دانشجویان دامپزشکی و علاقه‌مندان هم معرفی کنید و منو از نظراتتون محروم نکنید. جلسه بعد به امید خدا میریم سراغ گربه نژاد بابتیل. تا اون روز خسته نباشید.